از آخرین باری که انسان روی ماه قدم گذاشت 50 سال میگذره. در این مدت به خاطر مسائل اقتصادی و سیاسی و سرمایه گذاری بر روی پروژه های دیگه ناسا برنامه ای برای سفر به ماه نداشته، اما اخیراً پروژه ای رو شروع کرده به نام آرتمیس که در 3 مرحله پرتاب در طی 3 سال قراره که انسانو به روی ماه فرود بیاره و در ماه ایستگاه فضایی رو تأسیس کنه و بعد از اون برای سفر انسان به مریخ آماده بشه. در پروژه آرتمیس 1 انسان حضور نداره، اما در آرتمیس 2 انسان هست ولی فقط به دور ماه گردش میکنن و در آرتمیس 3 انسان به روی ماه قدم میذاره. ما در این ویدیو میخواییم ببینیم آرتمیس 1 چطوری کپسول سرنشینان رو به ماه میرسونه و برمیگردونه زمین. از کپسول فضانوردا شروع میکنیم به نام اوراگن که حداکثر 4 فضانوردا در خودش جای میده و مهمترین بخش فضاپیماست. اما در آرتمیس 1 چند ماکت انسان قرار داده شده و به حسگرهای زیادی مجهز شده تا در طول سفر تأثیر بعضی از موارد بر بدن انسانو مثل فشار هوا و تشعشعات خورشیدی رو بررسی کنند. در پایین اوراگن ماژول خدمات که با سیستم‌های مهم برای خدمه مثل موتور و ذخایر سوختی تجهیز شده نصب میشه. در نوک فضاپیما این ابزار میتونه در زمانی که مشکلی در پرتاب ایجاد میشه یا اگر مثلا مخزن‌های سوخت منفجر بشن، کپسول فضانوردا رو با موتورهایی که داره از فضاپیما جدا کنه و باعث نجات اونها بشه. این قسمت محفظه ای برای باره و پایین اون یک دستگاه نیروی محرکه موقته که در فضا برای تصحیح مسیر کپسول فضانوردا استفاده میشه. بخش مرکزی فضاپیما حاوی 340 هزار لیتر سوخت هیدروژن و اکسیژن مایع و 2 تقویت کننده هم به موشک متصل میشه که هر یک از این تقویت کننده ها با مصرف 5.5 تن سوخت در ثانیه نیروی بالا برنده معادل با نیروی رانش 14 بوینگ 747 رو تولید میکنه که تمام اینا فضاپیما رو به سرعت معادل 40,000 کیلومتر بر ساعت میرسونه که برای فرار از گرانش زمین ضروریه. در مجموع این قدرتمندترین موشک جهانه. 4 موتور RS-25 و 2 تقویت کننده موشک رو به بالا میبره. 2 دقیقه بعد تقویت کننده ها از موشک جدا میشن و 8 دقیقه بعد از پرتاب مخزن اصلی سوخت تخلیه و رها میشه. نیروی محرکه موقت برای مدتی کپسول فضانوردان اوراگن رو در مدار به دور زمین قرار میده. در این مدت سیستم ها رو بررسی میکنن تا مطمئن بشن همه چیز برای سفر به ماه آماده است. بعد از شتاب گرفتن از چرخیدن به دور زمین، قدرت نیروی محرکه موقت رو بیشتر میکنن تا از کشش گرانشی زمین خارج بشن و به سمت ماه سرعت بگیرن. زمانی که سوخت نیروی محرکه موقت تموم بشه، از فضاپیما جدا میشه و اوراگن حدود 1 الی 2 هفته بعد به ماه میرسه. اوراگن در مدار ماه قرار میگیره و 2 بار میچرخه. در این مدت هم 10 ریز ماهواره در مدار ماه قرار می گیرن تا اطلاعات جانبی بیشتری رو به دست بیاریم. بعد از تکمیل چرخش به دور ماه، اوراگن به سمت زمین حرکت می کنه و کپسول از موتورش جدا میشه و سپر حرارتی می چرخه تا آماده ورود به جو زمین بشه. اون 27 هزار کیلومتر بر ساعت سرعت می گیره و گرمایی که تحمل میکنه حدود نیمی از گرمای سطح خورشیده. سپس با نزدیکتر شدن به سطح زمین، چترهای اون باز میشه و در اقیانوس آرام فرو میاد. این آغاز ماجراجویی های فراتر از زمین با حضور انسانه.